27 خرداد ماه 1395 خورشیدی و 16 ژوئن 2016 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به خرافه و مذهب. قبلا هم برنامه هایی در همین باره داشته ایم در صفحه آخر، خب هر کدوم با تمرکز بر موضوعی. امشب رو دو سه موضوع سعی میکنیم مشخص متمرکز بشیم با همین موضوع عمومی، با دو مهمان گرانقدر. این بحثم که اصلا تمومی نداره. میگن آقا چرا به دین و مذهب مردم میپردازین؟ دین و مذهب مردم، از خودمون دین و مذهب نداریم. باید یک عالم دینی در این باره صحبت کنه. باور کنیم بارها بارها اینو من شنیدم، میگن شما حق ندارین در باره دین و ایمان مردم حرف بزنین. مشکل از همینجا شروع میشه. حدود 70 میلیون ایرانی حدوداً شیعن. این 70 میلیون نفر نباید درباره عقیده‌ای که دارن صحبت کنن. من یه چیزی رو قبول دارم، چرا نباید درباره صحبت کنم؟ شک دارم اینی که قبول دارم درسته یا غلطه، چرا نباید درباره صحبت کنم؟ حالا آخوند باشم یا نباشم، میخوام فکر کنم این موضوع دربارش بخونم، میخوام دربارش حرف بزنم، مطالعه کنم، بحث کنم. نه، اینا چون و چرا نداره، حرف و بحث نداریم. کلام خداست. تموم شد رفت. یعنی چی کلام خداست؟ از کجا معلومه کلام خداست؟ همه این حرفایی که میزنین از کجا معلومه درسته؟ ببینین این جور حرفا دیگه از وقتی حکومت شده، حکومت روحانیت شیعه در ایران، جمهوری اسلامی، دیگه این جور حرفا مال گوشه خونه و سر سفره شام نیست که آدم با پدر و مادرش مثلا بشینه همچین حرفایی بزنه. اینا بحثایی است مستقیما مربوط به سرنوشت فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بسا اقتصادی کل جامعه و کشور. مذهب شیعه در ایران تبدیل شده به وسیله حکومتی برای روحانیت شیعه. دیگه اظهر من از شمس هستی، خودشون هم میگن با همین وسیله تو سر من و شما میزنن که حرف زیادی نزنیم. با همین وسیله دزدی ها و جنایت هاشون رو میپوشونن. چند درصد مردم خصوصا روستایی ها اعتقاد ندارن که هر کاری آخوند دهشون یا آقا خامنه ای میکنه یه حکمتی در کار. اگه مثلا احمدی نژاد رو نمیگیرن یا سراغ مرتضوی نمیرن، حکمتی در کار. این همون حکمت حکومت دینی است. حاکم مقدسه، به خدا وصله، چون و چرا هم نداره. بعد جالب اینه که تو همین نظام الهی که چون و چرا نداره، همه چی رو میشه خرید، همه چی رو میشه فروخت، از جمله اعتقادات، از جمله نماز و روزه و حج و هر کدوم از مناسک. این ماجرای نیت کردن، امیدوارم بشه در طول برنامه امشب بهش پرداخت. داریم میبینین دیگه. اما اون چیزی که به این حکومت معنای شیعی میده، نظام سلطه سیاسیشو توجیه میکنه، موضوع ولایت و امامته. این پایه این نظام حکومتی است. بقیهش دیگه سوء استفاده هایی است که از باورهای مردم میشه، که بعضن به ویژه به صورت قصه در قرآن آمده. ماجرای آدم و حوا که با یه سیب یا گندم خوردن آدم از بهش بیرون میشه، جسم فیزیکی آدم میاد زمین و میشه ابوالبشر، میشه بابای ماها. ماجرای ابراهیم که به دستور خدا میره بچهشو بکشه، قربانی بکنه، سر بچهشو ببره. ماجرای نوح که از هر ایستگاه دریایی یه جفت جک و جونور سوار کشتیش میکنه، در اون ماجرای طوفان نوح. یا نمیدونم حضرت یونس که تو دل ماهی دریاگردی میکنه. اجازه بدین که مقدمتا بریم سراغ همین قصه ها، بعد موضوع های دیگر رو، در واقع این مقدمه ای باشد برای اینکه موضوع های دیگر رو بتونیم بهش بپردازیم. در خدمت آقایان مهدی خزعلی و بهرام مشیری هستیم. خوش آمدید میهمانان گرانقدر این برنامه صفحه آخر، به امشب صفحه آخر. اجازه بفرمایید آقای خزعلی، اگر ارتباط ما برقرار است از شما آغاز کنم. این قصص قرآن بفرمایید که صرفا قصه است، یا شیعه به عنوان معجزه در واقع اینا رو نگاه میکنه؟ چون اگر معجزه نبیند اینها رو واقعی نمیتونه تلقی بکنه و تصور بکنه.
و بعد دیگه داستان‌های بعدیش. خواهش می‌کنم بفرمایید درباره قصص قرآن ببیشه این نکات که بنده اشاره کردم. سلام علیکم. ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات عرض کنم. بله خب از جایی شروع کردید که من فکر می‌کنم تمام دعوای اختلاف دین و خرافه از همین آغاز از خلقت آدم شروع میشه و شما از خلقت آدم شروع کردید و اگر از همینجا ما شروع کنیم مسائل رو بیان کنیم شاید خیلی از مسائل بعدی هم حل بشه. این که واقعا خداوند آدم رو خلق کرد در بهشت جای داد و بعد به خوردن یک دانه گندم یا سیب یا انگور از بهشت اون رو بیرون کرد و آورد در زمین، از اینجا شروع میشه و بعد بقیه مسائل که حالا میرسیم بهش. ولی در همینجا من میخوام عرض کنم ما در کتابهای دیگه در سخن دیگه همیشه استعاره و ایهام و کنایات و همه اینها رو میپذیریم. به قرآن که میرسه مثل اینکه قفل میکنیم، همه اینها رو باید بذاریم کنار و تمام قرائن رو هم میذاریم کنار، میدیم رو لفظ متوقف میشیم و بقیه رو هم متوقف میکنیم. نه خیر، قرآن تکلیف کرده که باید تک تک ما بر قرآن تدبر کنیم، همونطور که شما فرمودید وظیفه همه هست، همه بایستی تدبر کنن. فرمود افلا یتدبرون القرآن، او داره خطاب میکنه، پس باید تدبر بشه، باید فکر بشه. و اینکه آیا واقعا چقدر میرسیم به نتیجه و بطنش، بله هر کسی به اندازه فهم خودش، قطعا یک دانشمند بیش از یک فرد عامی متوجه میشه و او استفاده بیشتری میکنه. فلذا قرآن بطن در بطن است، یک ظاهری داره و یک باطنی. اما خب حالا همین از اینجایی که شما شروع کردین عرض میکنم، اگر خداوند آدم رو خلق کرد قبل از خلقت آدم، وقتی وعده شد داد ملائک گفتن میخوایی چیزی خلق کنی که بره در زمین خون بریزه و فساد کنه، در اونجا میخوایی بالاخره خونریزی بشه، پس بنابراین میخواهد بیاد در زمین. بنای خلقت آدم اگر گفت خاک رو، من با همون قصه های قرآنی بگم، اگر گفت خاک رو از بهشت بیارید، برای اینکه میخواهد یک خلیفه ای و نماینده ای در زمین بگذارد نه در بهشت. از اول بنا نبوده ما در بهشت باشیم. خوشمون نیاد بگیم که آدم و حوا شکم شلی کردن، ما ناچاریم اینجا بگذرونیم. اگر آدم یا حوا معصیتی کرده بودند و تعصیب کرده بودند و نافرمانی و از یک شجره ممنوعه خورده بودند، چرا اشرف مخلوقات پیامبر خدا رنج زمین رو تحمل کرد؟ چرا امیرالمؤمنین رنج زمین رو تحمل کرد؟ چرا حسین در کربلای همین زمین شهید شد؟ نه خیر، بنا بود ما بیاییم در زمین و مسیری رو، خلقتی رو خداوند درست کرده که هم مکلف است، هم اختیار دارد در خلاف ملائک. او میتواند دو تا راه رو یکشو انتخاب کنه، میتونه نافرمانی کنه یا میتونه اطاعت کنه. یک موجود جدیدی خلق کرده که از روح خودش در ما دمیده، به ما اختیار داده. حالا که اختیار داده، چند سباهی رو من فکر میکنم اگر تعبیر بخوام بکنم بهترین راهش اینه که بگم دوران نابالغ بودنش رو انسان در بهش گذرونده. وقتی اون شجره خورد، اون شجره ای که گفت من نهی میکنم ولا تقربا هذه شجره، اونی که گفت دود نزدیک به این درخت نشید، من میخوام تعبیر کنم، بذارید این تعبیرها اینطوری کنیم، اون درخت درختی است که نتیجه بلوغ است. انسان در اون مرحله به بلوغ میرسه، میگید نه، بلا فاصله بعدش میگه فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما، وقتی که از این درخت خوردن سوءاتشون یعنی عورت اونها بر اون کشف شد، نه اینکه همون موقع جوانه زد روید، نه خیر، اینها داشتن اما مثل کودک نابالغ تمایل نداشتن، درک جنسی نداشتن، زن و مرد رو نمیشناختن. از اون لحظه ای که بالغ شدن فهمیدن که حالا بالغند و تازه سوءاتشون بر اونها آشکار شد که بعدش بلافاصله میگه و تفقا یخصفان علیهما من ورق، با برگ های گیاهان بهشتی عورت خودشو پوشوندن، پوشش از اونجا شروع شد. حالا شوخی هم میکنن میگن که نه، یه کسی بوده اونجا حتما خودشون بودن که نیازی پوشش نداشتن، گفتن آقای جنتی بوده، برای همینم بهشت اسمشو گذاشتن جنت. حالا این شوخی رو بگذاریم، ولی از اونجا شروع شد که اینها با برگ درختان خودشونو پوشوندن و بالغ شدن. یکی از نشانه های بلوغ همین کشف در واقع جنسیت بود. خب علاوه بر این فهم است، حالا اختیار داره. در واقع انسانی که اولین عصیان رو کرد، اولین نافرمانی رو کرد، از آن شجره ممنوع خورد، ثابت کرد، رسید داد به خدا، گفت خداوند من حالا دیگه بالغ شدم، حالا
حالا میتونم اختیارمو بهت به رخ بکشم. خداوند میخواست بهش بگه تو مختاری. این مختاری رو با این اولین نافرمانی از اون شجره ای که گفتم نخور و خوردی، پس اعتراف کن، رسید بده که تو مختاری. حالا تو یه مختار مکلف رو میخواهم در بهش بری. محبوب میخواد با ما عشق بازی کنه. برو در زمین گام به گام بهش رو به بها دهن، نه بهانه. آماده شو، لایق دیدار بشو. گفت قل نهبطوا، یعنی که من در زمین میخواستم گیری وطن تا در آنجا نسخه جامع شوی، سوی ما افزون شدی راجع شوی. باید بری کامل بشی. بیا اینطور نیست که من بگم اهلا و سهلا بیا مجان. خب آقای دکتر خزعلی، ببینید آنچه که دریافتیم، حالا زمان هم بخواییم قسمت بندی کنیم برای زمان برنامه رو، امیدوارم در این فاصله یه مقدار صدای ارتباطی شما با ما هم اصلاح بشه. من نمیدونم، شاید یه بار دیگه بگیریم اسکایپ شما رو که بشه باید درستترش کرد. به هر حال با توضیحی که شما فرمودید، اجازه بدین برم سراغ جناب آقای مشیری، از ایشون بپرسم در واقع دریافت خودم رو. آقای مشیری درود بر شما، صدای بنده رو میشنوید؟ تشریف دارید ارتباط ما؟ بله بله. خب آقای مشیری، شما احتمالاً همین دریافت بنده رو دارید در توضیحاتی که آقای خزعلی دادند، یا بینندگان هم به همچنین به این معنا که میفرمایند که قصص قرآن استعاره است و بعضاً قصه های نمادین است در واقع که باید تعبیر کرد، و نمونه ای از تعبیرات رو خود ایشون ارائه دادن در باره خلقت آدم و بعد نافرمانی آدم و اشرف مخلوقات بودن و ابوالبشر بودن و این داستان ها. خواهش می‌کنم شما بفرمایید نظرتون رو درباره قصص قرآن و در واقع سوء استفاده از این قصص به عنوان خرافه هایی که داریم می‌بینیم دیگه، در نه فقط ایران، در جهان مسیحیت هم این سوء استفاده می‌شود، در جهان یهودیت هم می‌شود. خواهش می‌کنم بفرمایید. درود می‌رسم خدمت شما دوست عزیز و میهمان محترم آقای دکتر خزعلی. در طی سالیان متمادی با تباهی و سیاهی مبارزه کردند و رنج بسیار بردند. ما ضمن ادای احترام به ایشان بسیار خوشحال هستیم در خدمتشون هستیم. در باب مطلبی که فرمودید، آقای خزعلی در واقع یک نوع تعبیر و تفسیر می‌فرمایند. اگر خطا نکنم این همون بحث هرمنوتیکس باشد و تعبیر جدید می‌فرمایند از داستان آدم و حوا. یک نکته مهم می‌خوام خدمت شما عرض کنم و اون این که بارها عرض کردم که قرآن هیچ چیز جدیدی ندارد به جز جهاد و زکات. چیز جدیدی در قرآن کریم نیست و اینها تا اونجایی که به قصص قرآن مربوط است و نماز و روزه و غیره و اینها بیشتر برگرفته از آیین یهود هست، بخشهایش از ایران گرفته شده. وارد قضیه نخواهم شد، اما نکته خیلی مهم این که حشر و نشر حضرت رسول اکرم با یهودیان مدینه بود. در مدینه 55% یهودیان میزیستن که قریب 600 سال بود در اونجا ساکن بودن و اساساً عرب شده بودن. اینها آیین یهود هم فراموش کرده بودن. در خیلی موارد حتی می اومدن به محمد امین که حضرت رسول اکرم باشد رجوع می کردن، که یک موردش رو عرض کنم که ضبط شده و بسیار مشهور اون موضوع است. یک سنگسار بوده که من واردش نمیشم. اما نکته مهم این که حضرتشان با عوام یهودیان حشر و نشر داشتند، یعنی کسانی که از تنه اصلی آیین یهود گزیده بودند و به کتب اصلی یهود و به کتب قدیم و صحیح یهود آشنا داشتند و سینه به سینه داستانهایی میدانستند و میگفتند. حضرت رسول اکرم هم گمان میکردند که اینها اصل قضیه است و اینها حقایق امور عرض میکنند که میتولوژی یهود است و اینها رو وارد قرآن کردن. و تحقیقات جدید مطابقه ها که شده است
با آثار اصیل یهود نشان میدهد که چقدر اشتباه هست در این در گزارش این داستان ها. یکیش داستان ابراهیم هست، حالا در اینجا فرصت نیست، اما امیدوارم این فرصتی باشد که اینها رو مطابقه بکنیم اینجا خدمتتون، ببینیم چه میزان تفاوت ها در اصل هست و در عرض میکنم اون چی که حضرت گرفتن و وارد کتاب قرآن کردن. اینا مشکل یا داستان هست، میتولوژی قوم یهود هست، اینها نه تاریخ هست که حقیقتی در اینها باشد، نه عرض میکنم هرگز این وقایع بوده. اینها در واقع مثل فرض بفرمایید که مهابهارات که میتولوژی قوم هند هست و شاهنامه فردوسی، اینها میتولوژی هستن، اینا هیچ کدوم حقیقتی در اینها نیست. خب هم داستان آدم و حوا، هم داستان ابراهیم و اسماعیل، حالا به شکل دیگه به ویژه ابراهیم و اسماعیل، یه مقدار تفاوتایی که داره با قرآن، به هر حال اینا در تورات هم هست، در کتاب مقدس هست و همونطور که میفرمایید به اونان میتولوژی شما اسطوره شما در واقع نگاه میکنید به اینها. اجازه بدید از آقای خزعلی هم من این سوال بکنم. آقای خزعلی، اینها یا ارتباط داریم با آقای خزعلی؟ آقای خزعلی صدای بنده رو میشنوید؟ بله صدای شما رو دارم. بله آقای خزعلی، آیا اونطور که آقای مشیری فرمودند اینها میتولوژی ان، اینها اسطوره ان و هیچ ربطی به تاریخ ندارن، حالا میشود به عنوان به هر حال اسطوره هایی که قطعا اسطوره رو زبان استعاره دارد و همش قابل تفسیر در حتی اسطوره هایی که اسطوره های ایرانی هم اینطور، خواهش می‌کنم بفرمایید. ببینید از کنم خدمتون مطلبی رو فرمودن جناب آقای مشیری که اینها از یهود گرفته شده. من میخوام بگم اساسا یک دین ما بیشتر نداریم، اون هم تسلیم حق تعالی شدن است. لذا قرآن میفرماید ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولا کنکان حنیف مسلم، یعنی ابراهیم هم حنیف و مسلم بود، موسی هم بذا، همه چی مشترکه. شما دنبال مشترکات اگه میگردید بدانید آنچه که تحریف نشده در دین یهود همان چیزی است که اسلام آورده است، آنچه تحریف نشده از فرمایشات عیسی مسیح پیامبر ما آورده است، فرقی نمیکنه. من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که 90% احکام اسلام هم امضایی است، تأسیسی نیست. تأسیسی ها خیلی کم، همونطور که ایشون فرمودن نیازی نیست. وقتی که کلام الهی است و از یک منشأ داره میاد، نیازی نیست هر روز تأسیس بشه. قطعاً امضایی است بسیاری از احکام. ببینید همین نکته که میفرمایید کلام الهی، آقای خزعلی، همین نکته که میفرمایید کلام الهی، اجازه بدین همینجا این پرسش ازتون بکنم که امی بودن، در واقع مسئله نبوت، امی بودن پیامبر اسلام که مطرح است، که بسیاری برداشت بی سوادی میکنن از که سواد خواندن نوشتن هم نداشته است و همینطور که شما فرمودید تمام کلامی که پیامبران عرضه داشتن به بشر همه از یک منشأ میاد، یعنی وحی الهی میشود و خب به محمد هم در غار حرا وحی شروع میشود و بعد در مکانهای دیگر. این امی بودن محمد رو چگونه شما تفسیر میکنید؟ اصلا خدمتون ببینید در برای هر پیامبری به عنوان حجت و معجزه‌ای که می آورد از ناحیه خداوند به فراخور فهم مردم اون زمان معجزه‌ای آورده شده. برای موسی خب عصای موسی است و ید بیضاست. برای عیسی شفای کور و زنده کردن مردگان است. برای پیامبر در زمانی که مردم به این فهم رسیده بودند که معلقات صبر رو بر کعبه بیاویزند و اهل شعر و ادب و شاعری و خط بودند، در اینجا میخواهد یک معجزه جاوید که قرآن باشد و خواندنی باشد و بماند برای همیشه، این رو میخواد بیاره. لازمه این که بفهمند این کسی به او یاد نداده این بود میباشد، نه اینکه نمیتوانست خط بیاموزد، را نبود بیاموزد برای اینکه این حجت تمام شود که این فرد مکتب نرفته، خط ننوشته و این کلام بلندی که فراتر از همه کلام‌های انسانی است اینو با خودش آورده. برای ثابت کردن این لازم بود خداوند از یک آدم امی این کلمات رو به بشریت تقدیم کنه و پیامبر ما امی بود. امی به معنای اینکه نرفته بود مکتب، خط ننوشته بود، کسی به اون نیاموخته بود. این اتهاماتی که الان بزنن بگویند که بله قوم یهود به اون آموختن، من
نخیر، قوم یهود این مسائل رو میدونستن، حتی پیشبینی که داشتن که وعده پیامبر بعدی رو داشتن، تجرت کردن، جمعی آمدن در مدینه و در این منطقه که میدونستن از این منطقه پیامبر بعدی مبعوث میشه، منتظر ظهور حضرت بودن. وقتی هم که حضرت ظهور کرد همه اینها علائم رو دیدن، منتها آقاییشون، همون اتفاقی که در ظهور انشاءالله امام زمان اتفاق خواهد افتاد، آقایی و سیادت اینها علمای یهود از بین میرفت اگر میپذیرفتن. کما اینکه امام زمان که میاد مشکل اصلیش با علمای شیعه است، بیشترین جنگش در قم و ریه که با علمای شیعه میخواد بجنگه، چون اینا آقایی دارن، ریاست دارن، بیت دارن، تشکیلات دارن، اینها به خطر میفته. میگن آقا ما مدت دین رو حفظ کردیم، تو از کجا اومدی حالا میخواد آقایی ما رو از اون بستانی؟ این بحثا اینه. اما اون مطلب من فکر کنم باز ناتمام بود، اون که میخواستید شما بعد فرمودید اون مطلب رو، بحث اسلامی بود که برای همه اینها هست، احکام یکسانه. اگر ما قصه از ابراهیمی که شما اشاره کردید، خب تورات هم داره، اونها میگن اسحاق رو به قربانگاه برد، مسلمان ها میگن اسماعیل رو، فرقی نمی کند. اما آیا اینکه پیامبری با یک خواب فرزندش رو به مسلخ ببرد و فرزند هم بگوید یا ابتا افعل ما تؤمر، اون امری که به شجاع انجام بده و آماده کشته شدن باشه، همه اینها رو چگونه تفسیر کنیم؟ و بعد میرود در این مسیر سه بار شیطان رو از خودش میراند که وسوسه میکند که نکن، تا میرود بالاخره یک قوچی میآید جایگزین این میشه و فدیناه و به ذبح عظیم، اون ذبح عظیم رو میارن جانشین قطر اسماعیل میکنن. خب اگه با یه زاویه دیگه ای نگاه کنیم، با این زاویه که کشتن یکی از فرزندان ذکور اونجا رسم بود، بایستی میکشتن، تا حدی که میرسه به پدر پیامبر ما عبدالله، یکی از کسانی است که باید کشته میشد، بعد با اون قرعه‌هایی که زدن و به جای او شطور کشتن. یعنی حتی الان در قرن 21 میبینید در معبدهای شرق آسیا یک دختری رو برهنه میکنن، قربانی خدایان میکنن، خون این رو میگردن، همه میخورن و اون جنازه دو سه روز در مقابل معبد میمونه. هنوز که هنوز در قرن 21 ما در جاهایی داریم که قربانی میبرن برای خدایان. اون زمان دست این بود، راه مبارزه ابراهیم با قربانی بردن چگونه بود؟ همان گونه که رفت ستاره و خورشید و ماه رو گفت میپرستن و بعد گفت اینی لا احب الافرین، من چیزی که غروب کنه نمیپرستم. یک احتجاج بود، نه اینکه واقعا ابراهیم ستاره پرستید یا خورشید پرستید یا ماه پرستید. دلیلی بود برای اینکه مردم بفهمن ستاره غروب میکنه، خورشید غروب میکنه، به درد پرستش نمیخوره. دست هم همینطور بود، میگوید امر خداست، به همون روش که شما میگوید امر خداست باید یک فرزند رو سر ببرید، ابراهیم تا پای کار رفت و اونجا هم به امر خدا گفت حالا امر خداست. یعنی با امر خدا امر قربانی بردن برای خدای آقای دکتر خزعلی، تلفنتون داغ کرد فکر کنم. باید دوباره بگیریم ما شما رو متاسفانه. حالا آقای مشیری بحث رو ادامه بدیم که در یک جا متوقف نشیم. بسیار البته موضوع ها هست که در یک برنامه هم نگنجد، ولی این امی بودن محمد پرسش بزرگی است که همیشه به هر حال مورد شک بوده، مورد استدلال بوده، هم استدلالی هم آوردن آقای دکتر خزعلی. خواهش کنم بفرمایید، پاسخ دادن به هر حالش. آقای دوست عزیزم مهدی جان، عرض میکنم که امر ممتنع است. دوست عزیز شما همه اعراب بی سواد جزیره العرب رو جمع کنید و بگویید فسیک فی کهم الله، محال از دهان آدم بی سواد لغات مغلقه قرآن جاری و ساری بشود. از اینها گذشته ما دلایل در دست داریم که ایشان می نوشته و سواد داشته و عرض می کنند که ایشون می فرماید که از آسمان آمده است و وحی است و اینها. قرآن کاتبان مختلف داشت، 10 کاتب داشت، اولینش عبدالله ابن سعد ابن ابی سعر بود. این مرد بسیار فصیحی بود و وقتی که حضرتشان آیه نازل می کردن اون دوباره نویسی می کرد و فصیح‌تر، این در واقع به تصریح طبری و اجماع مورخان هست این داستان، و اون زیباتر می نوشت بعض آیات رو و می پرسیدن که اینطور بهتر نیست؟ حضرت می فرمودن چرا این بهتر است.
اینکه یک روز او براشفت و گفت آقا اگه اینا کلمات خداست چرا من باید بتونم اونو عوض بکنم. و عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد رفت و اون کسی است که حضرتشان در فتح مکه دستور دادن اگر این عبدالله به قفل کعبه هم آویخته خود رو او رو بکشید. اما او برادر رضایی عثمان بود و آمد و امان خواست. این یک موضوع. در موضوع صلح حدیبیه برای حدیبیه که در واقع حضرت محمد اگر خطا نکنم در سال ششم از هجرت 700 نفر از اصحاب رو برداشتن که ما می رویم و کعبه رو زیارت می کنیم و بدون اسلحه هم می رویم که عمر بن عراق گفت آقا ما از اینا بسیار کشتیم، این بعد از جنگ بدر بوده چنین و چنان. خلاصه آمدن در یک جایی به نام حدیبیه شطر خوابید و رسول فرمودن که همینجا می ایستیم ببینیم چه می شود. از طرف قریش آمدن و گفتن شما چه می خواهید؟ گفتن ما فقط می خواهیم زیارت کنیم و برای صلح آمدیم، ما برای جنگ نیامدیم. قرار شد صلحنامه نوشته بشود. از سوی اعراب مردی به نام سهیل ابن عمرو آمد که و با یک کسی دیگر دو نفر بودن نمایندگان قریش. اینها آمدن و حضرت محمد فرمودن که یا علی بنویس. ایشون نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. اون سهیل گفت رحمان الرحیم رو بردار، سردار اونو برداشت و بعد آمد نوشت که محمد رسول خدا. گفت اگر ما قبول داشتیم که ایشون رسول خدا بود که اصلا این دعاوی پیش نمی آمد، این رسول خدا رو هم برداریم بنویس محمد ابن عبدالله. حضرتشون فرمودن یا علی قلم رو به من بده، چون حضرت علی گفت من هرگز نام شما رو از مقام پیامبری نفت کنم. گفت قلم رو به من بده. قلم رو گرفتن و اون بخشی که مورد اشکال سهیل بود برداشتن، یعنی رسول الله شو پاک کرد. گذشته از این باز به تصریح مورخان حضرتشان در شب فوت، در شب موت فرمودن ای عایشه و من قلم و کاغذ بیاور تا چیزی بنویسن که کسی گمراه نشود. اما عمر مانع شد، گفت که ایشون مریضه و در حال گفتن هذیان هست، در حالی که عایشه در جستجوی قلم و کاغذ بود که بیاورد. بنابراین این قضایا در واقع اگر ما بخوایم به لحاظ استدلالی و عقلی به اونها نگاه کنیم، آقای مشیری نکات که فرمودید مشخصا در کدام ضبط تاریخی کتاب تاریخی است؟ بایستی گفت در کدام ضبط تاریخی نیست. ببینید این مطالبی که عرض کردم موضوع صلح حدیبیه در جمیع تواریخ هست، در ابن عسیر هست، در طبری هست، در واقدی ها هست. اون موضوع عایشه و قلم و کاغذ خواستن حضرت که چیزی بنویسن گمراه نشوید در جمیع تواریخ مهم اسلام هست. هیچ کدوم اینا روایت و حدیث نیست، همه اینها ضبط و ربط شده مورخین بزرگ اسلام هستند. خب پس این ماجرای بی سواد بودن محمد، امی بودن و بی سواد بودن با توجه به این ضبط های تاریخی اصلا برای چی مطرح میشه؟ یعنی به خاطر اینکه عرض کنم که مشهور بود که پیامبران بایستی به خوارق عادات بتوانند دست یابند، کارهای عجیب بکنند. همه این داستان‌هایی که به مسیح نسبت می‌دهند کلهم اجمعین نادرسته. زنده کردن مرده به طور کل مردوده، کور کردن نابینا به طور کل مردوده. از قرن 17 که قلم‌ها آزاد شد و بیان آزاد شد، آدم‌های بزرگی مثل اشتراوس، مثل ارنست رنان به خصوص آمدند بر زندگی مسیح تحقیق کردن و دیدن کل هم اجمعین اینها افسانه بوده. مسیح نه هرگز مرده‌ای رو زنده کرده، نه هرگز کوری رو شفا داده. و حضرتشان هم شما اگر کتابی هست به نام معذرت میخوام آقای مشیری، باز بچه کنم که 20 دقیقه بیشتر نمانده است تا پایان برنامه امشب و هنوزم متاسفانه ارتباط تلفنی یا اسکایپی با آقای خزعلی برقرار نشده است. مجددا خدمتتون عرض میکنم که اشاره کردین به این که منظورم اینه که بپردازیم به یک نکته دیگری.
که حالا اگر آقای خزعلی هم آمدن شاید برسیم به مسئله امامت هم بپردازیم. ببینید، داشتیم میگفتیم که محمد 700 نفر از اصحاب رو برداشت و رفت طرف مکه برای زیارت کعبه. یعنی چی؟ کعبه آیا اون موقع خانه خدا بود یا بودخانه بود همچنان که قبل از اسلام؟ ببینید کعبه، بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید امروز شما اگه تشریف ببرید به کعبه، مراسم و مناسک حج رو ببینید، این مراسم و مناسک همانی است که اعراب جاهلی برای قرنها داشتند پیش از پیامبر. هیچ تغییری در اینها نشده جز اینکه گفته ها عوض شده، و این در واقع بزرگترین مرکز فرهنگی عرب بود و در اونجا طبری میگوید 360 بت بود که مهمترین اینها لات بود و عزا، که اینها دختران خدا بودند. و این بسیار بسیار جالب است، در فرهنگ عربستان اون روزگار آزادی دینی بوده، تساهل بوده، تحمل بوده و هیچ جنگ دینی ما ندیدیم و قتل دینی ندیدیم تا پیدایش اسلام که هزاران هزار کشته شدند، برادران به جان هم افتادند. فساد و نفاق آمد وقتی که اسلام آمد، چون موضوع زر و زور آمد و در یک مورد فرض کنید 6000 نفر رو سر بریدند، یاران مختار را. بنابراین این یک جایی بود، جای صلح و صفا بود در ماهای حرام. آقای خزعلی اینها رو خوب میداند، اینها شمشیرها رو به کنار میذاشتند، به زیارت اینها میامدند، به خصوص لات و عزا که دختران الله بودن. این الله وجود داشت. قرآن میگوید که شما پسر دارید، یه همچین چیزیست، و خدا دختر، یعنی اشارش به لات و عزا هست که اینها دو بت بزرگ بودن و دختر بودن. این شاید از روزگار مادر سالاری باقی مونده بوده. شما اگر که نگاه کنید به شکل و به وضعیت حجرالاسود، چیزها میتوانید کشف کنید. بنابراین میرفتن و زیارت میکردن. حضرت رسول هم چون قریش راشون نمیدادن، رفتن و گفتن ما صلح میکنیم به این شرط که ما بتوانیم و بیاییم و عرض کنم که زیارت کنیم این خانه کعبه با همین مراسمی که امروز هست. هیچیش تغییر نکرده. ببینید آیه مشیری، همینجا یه مکسی بکنیم. ببینید این شکل حجرالاسود که آشکارا شکل زنانگی است، شکل بله، و اون سبتی هم که نشون دادن بت‌های اصلی کعبه، درون کعبه اون موقع بود که بت‌های بزرگ اعراب قبل از اسلام بود، یعنی عزا و منات و بله، این همین سبوتی که داریم میبینین، لات بله، اینها که داریم میبینین که از زن بودن. ببینین یا زن بودن اینها مورد شبهه هست، یعنی این دروغه، یا قربانی شدن دختران توسط اعراب قبل از اسلام دروغه که میگویند پیامبر اسلام آمد و نجات داد دختران رو از دست، یعنی اینا با هم نمیخونه، کدومش دروغه؟ این داستان بزنده به گور کردن هم این چون من عذر میخوام، معذرت میخوام، اینو برای اینکه بینندگان کاملا روشن بشه براشون، به این دلیل عرض میکنم که میگم اینا با هم دیگه نمیخونه. چون وقتی بوتی که بنده میپرستم زن باشه، خدایی که بنده میپرستم زن باشه، همونطور که آقای مشیری اشاره فرمودن که دوره مادر سالاری، چه جوری میشود که دختر بچه‌ها رو زنده به گور بکنن در یه همچین جامعه؟ بله، این مطلب خیلی خیلی مهمی است دوست عزیز. و اون این که اگر قرار بود که اعراب دختران را به خواب بسپارند، توالد و تناسل در عرب از میان می‌رفت و نژاد عرب منقرض می‌شد. ببینید امروز در هندوستان هم شما بروید می‌بینید که یک دختر بچه کنج اتاق گذاشتن گرسنگی فوت شده، به خاطر اینکه این خانواده فقیره و مخارج عروسی یکسره برگردن خانواده دختره. یا در چین من دوستی داشتم که برای استیت دپارتمان کار میکرد، مترجم بود آمریکایی، میگفت آقا هر روز از زباله‌دانی های چین دختران رو جمع آوری میکنن به خاطر عشق و علاقه ای که چینی ها به پسر دارن. اگر چنین چیزی هم بوده بسیار شاذ و نادر بوده، و اگر قرار بود که اعراب دخترانشون رو به خاک بسپارن و زنده به گور بکنن نجات منقرض میشد. سهل است که
تاریخ به ما به وضوح نشان میدهد که عرب بسیار به زنان عشق می‌ورزیدند و محترم می‌داشتند و ما زنان بزرگی در اون دوره که دوره جاهلی گفته می‌شود داریم که نظیرشون در هرگز در تاریخ اسلام پیدا نشد، مثل خود خدیجه، مثل ام جندب که همسر امرؤالقیس بوده و در واقع حکمیت می‌کرده بین شعر شعرا، و زنان در صورتی که دارای استعداد بودند به مقام‌های بزرگ اجتماعی می‌رسیدند. اما بعد از آن که احکام اسلام به صورت احکام جزمی حاکم شد، زنان بیچاره در حقیقت زنده به گوری از آن روزگار آغاز شد و ما پیدا نمی‌کنیم دیگر زنی که قد علم کرده باشد و در تاریخ اسلام به جای رسیده باشد. سهل است که ما عاشق و معشوق، یعنی دیگه زن مورد عشق هم واقع نشده. تمام داستان‌هایی که داستان‌های رمانتیک و عاشقانه است، اینها مربوط است به دیگه قبل از اسلام. خب ببینید مثل بیژن و منیژه، ببینید منم اجازه بدید که دوستان به من بگن که آقای خزعلی ارتباطشون برقرار هنوز برقرار نیست. آقای مشیری، در همین فرمایشات که فرمودید بنده یکی دو تا سوال دارم. یکی این که داستان یوسف و زلیخا مگر داستان عشق دو انسان نامتجانس نیست در قرآن ولی بعد از اسلام؟ بله، اون یه میتولوژی یهودی قربتون برم. این ربطی به حقایق امور جامعه اسلامی نداره. بله، یک داستانی است میتولوژی، مثل داستان سیاوش در شاهنامه. این میتولوژی یهودیه، این ربطی به جامعه جزیره العرب ندارد که وقتی احکام اسلامی در واقع و به صورت قوانین جزمی حاکم شد، زنان به طور کل از فعالیت‌های اجتماعی بیرون رفتند. نگاه کنید به عربستان سعودی امروز، هنوز حق رانندگی مثل که ندارن. بنابراین این که عرض می‌کنم زنده به گوری واقعی پس از در واقع اعمال احکام جزمی اسلام در باب زنان شد، این واقعا اغراق نیست. شما یک بانوی بزرگ نمیتونید در جزیره العرب به من معرفی بکنید بعد از عایشه. عایشه زن بزرگی بود، چون اینا پروردگان دوران جاهلی بودند. هنوز احکام اسلامی و شیوه فکری اسلامی برای اینها تاثیر نکرده بود. بزرگترین رجال اسلام پروردگان جاهلی بودند. خود حضرت رسول، آدم های مثل عمر و ابوبکر و ابو طالب و عبدالله و همه بزرگان اسلام که اون بزرگان نخستین هستن، همه پروردگان جاهلی هستن. خب این چه جاهلی بوده است که همه بزرگان اسلام، بزرگترین شخصیت های اسلام، پروردگان آن روزگار هستن؟ این چه جاهلی بوده؟ در واقع کاری که اسلامیون کردن، خار کردن عرب و خار کردن فرهنگ پیش از اسلام و همین جاهلی گفتن، خود خار کردن است. در حالی که چنین نبوده، جامعه آزادی بوده، اینها مردمان گردن فراز. خب چرا گرویدن به اسلام اگر که اینقدر قوی بودن، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادی؟ چرا گرویدن به اسلام پس بنابراین که چنین خار شوند؟ آقای مشیری قربتون برم، بیشترین مبارزه رو علیه حضرت رسول و اسلام اعراب کردن، اینها رو قتل عام کردن. عزیزم ببینید، بعد از اینکه حضرت رسول فوت شدن و 33 جنگ کردن، خود کسی در 33 جنگ و خونریزی خودشون چکت کرده بودن، و بعد اعراب برگشتن به دین اجدادی و گفتن ما زکات نمیدهیم. 11 لشکر، اینها در اجماع مورخین هست، اینها حقایق امور اسلام هست، 11 لشکر بیرون کرد که بزرگترین فرمانده اینها خالد ابن ولید بود، و عرب رو قتل عام کردن و شمشیر از گردن عرب بر نداشتن تا اینا که همه به زور مسلمان شدن. این حقیقت حال عرب بوده. خود رسول هم فرموده بودن که بعد از فوت من مثل ماری که به سوراخ برگردن، این اسلام به مدینه برمیگردن و همه عرب از اسلام دست میکشن. بزرگترین مبارزات رو علیه اسلام عرب کردن، شکست خوردن عزیز، قتل عام شدن. خب اجازه بدید در این فرصت باقی مانده به موضوع امامت بپردازیم. درباره علی امام اول شیعیان، خلیفه چهارم،
خب خیلی تو ایران قصه های عجیب غریب روایت میشه. من توضیح ندم یه تیکه سخنرانی یک روحانی رو بشنویم. نمونه ایست از این حرف های غیر عقلانی واقعا. میاد محضر رسول خدا عرض ادب که یا رسول الله، خدا به من گفته این نوح پیغمبر، آیا تونستی رسالتت رو انجام بدی یا نه؟ من گفتم بله. فرموده شاهد داری بر این حرفت یا نه؟ عرض کردم بله. کی شاهدت؟ شما. آیا حاضرید شما بیاید برای من شهادت بدید به درگاه خدا؟ پیغمبر چی میفرماید؟ پیغمبر میفرماید یا جعفر و یا حمزه، من نمیام. ای جعفر طیار و ای حمزه خیر الشهدا، پاشید برید برای برادرم نوح شهادت بدید پیش خدا که خدایا نوح رسالتش را انجام داد. راوی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم یا ابن رسول الله چرا پیغمبر علی رو نفرستاد؟ چرا علی رو نفرستاد؟ حضرت فرمود فلانی هو اعظم و منزلتم منها، علی مقامش بالاتر از این حرفا. چی میگی؟ چی میگی؟ اگه خدا موسی رو کلیم انتخاب کرده به خاطر سرفرود آوردنش در ولایت علیه. اگر میبینی عیسی ابن مریم پدری نداره یهو بچه متولد میشه به عنوان یه نشانه تو عالم معرفی میشه به خاطر خضوع و خشوعش در خانه امیرالمؤمنینه. چی میگی؟ علی بیاد شهادت بده برای نو؟ ببینین دو امام هستن در ایران که جای به قول حتی یکی از مراجع قوم جای حتی خدا رو گرفتن. یکی از مراجع که بذارین نگم اسم ایشون رو، سخنرانی داشتن میگفتن که در ایران طوری شده است که همه چیزو از امام زمان میخوان به جای اینکه از خدا بخوان، و امام زمان رو گذاشتن جای خدا. به هر حال نقش علی هم چنین است. ما آنچه که درباره قدیر خم میشنویم و میبینیم، تابلوهایی که درست کردن درباره قدیر خم و صحبتهایی که درباره قدیر خم میشه، همش نقش برجسته علی است. دارین میبینین دیگه الان. و محمد در واقع اصلا وجود نداره. محمد در حجت الوداع علی رو سر دست بلند کرد بر اساس داستان شیعه و گفت که من مولای اویم، هر که من مولای اویم علی هم مولای اوست. هر جا از قدیر خم صحبت میشه دارین میبینین دیگه علی پر رنگ است. فقط انگار تو اون واقع یا در اون قصه اصلا محمد پیامبر اسلام وجود نداشت. وقتی آدم این تابلوها رو نگاه میکنه، اینا نمونه هاییست دیگه. سوال مشخص این است که قدیر خم یک واقعه تاریخی است یا دروغ منتسب به پیامبر اسلام؟ قبلا در همین برنامه صفحه آخر آقای مشیری به این موضوع پرداختن و آقای مشیری فرمودن در اون صحبت که این قصه است که فقط برای در واقع فریب دادن بخشی از مسلمانان که بعدن شیعه نام میگیرن گفته میشود، و چون این چیزی اگر وجود میداشت امکان نداشت که اصحاب محمد بعد از فوت ایشون نادیده بگیرن این سخن مهم محمد رو و علی رو بلافاصله جانشین محمد نکنند. آقای خزعلی خواهش میکنم بفرمایید. با سلام مجدد محبت هم بکنید اگر این مطالب، چون من خیلی هاشو نشنیدم ولی پاسخ میگم قد نشه کلام ممنون میشم. چون مطالبی فرمودن عزیز ما، من میخوام عرض کنم که لات و منات و عزا و اعلای اونها هبل بت‌هایی بودن که پیکره هایی تراشیده هایی از بزرگان قبایل اون زمان بودن که بعد از یک نسل دو نسل شده بودن در واقع به احترام در اون جایگاه قرار گرفتن و جایگاه خدایگانی پیدا کردن، وگرنه اینها بزرگان اقوام قبل بودند و همه پیکره ها مثل یک مرد تراشیده شده بودند و زن نبودند، مرد بودند. اونی هم که فرمودید در واقع حجرالاسد یک سنگ سیاه معمولی است، هیچ شکلی ندارد. این که بگید حالت زنانگی اگر قابی براش از نقطه درست کرده اند رو من کار ندارم، اما خود اون حجر یک سیاه رنگ و ساده است و چیزی نداره، شکلی نداره، شکل خاصی ندارد و یک نماد است، یک آغاز است، نقطه آغاز است، نشانه است برای آغاز گشتن به دور محبوب. همه اینها نشانه است، اونها مقصود نیست. سنگ یک سنگ کعبه خود سنگ نشانی
نیست که ره گم نشود. ما اگر دور اون میگردیم برای اینکه یاد بگیریم دور محبوب اون بگردیم، قربان محبوب اون بشیم. و اصلا کعبه برای ما بدون محبوب معنا ندارد، در یک بهانه است و برای ما از یک سنگ بی ارزش ساخته شده و همش همین گونه است. اون نقطه آغاز این طواف و گردش دور محبوب است و خودش بی ذاته فاقد هر گونه ارزشی است. این دو برای این میگن که موقع راه رو گم نکنیم، فکر نکنیم، توجه به حتی حجر اسود کنیم. و اما اینکه فرمودن که مناسک ما با مناسک دوران جاهلی شباهتی دارد، بله، چون این خانه رو ابراهیم بنا کرد با اسماعیل. قواعد این بیت رو ابراهیم بنا کرد برای توحید، برای یکتا پرستی. اگر اینها به اشتباه بودهایی را بردن، بعد از فتح مکه آیه نازل شد تهر بیتی للطائفین، این خونه من، خونه منو پاک کن از این بودهایی که آوردن، از این چیزهایی که ناسواب در اونجا. بله، اشتباه بوده، اما مناسک همون است، مناسک حج ابراهیمی است، همون مسیری است که ابراهیم در اینجا پایه گذاری کرد. نشانه هایی است، هر کدوم فلسفه زیبایی داره، هر کدوم نشانه است برای یک حرکت زیبا، که اگر فلسفه سعی و طواف و اینها رو بدانیم انقدر زیبا و انقدر قشنگ آمده است. در همه جا همینه، شما ارتش هم میرین یه رژه‌ای داره، آیا اون رژه هدف ارتش است؟ نه خیر، نظمی است برای روز جنگ. تمام قصه نظمی است برای آنکه یاد بگیریم جهت‌دار بشیم، هدفمند بشیم، حرکتمون جهت داشته باشه. تمام سمبولیکه، وگرنه نه سعی هدف، مگه بیکاریم هفت بار بین صفا و مروه برویم؟ جز اینکه می‌خوایم جهت‌دار بشیم، جز اینکه می‌خوایم یک تمرینی بکنیم، یک مانور نظامی و یک مانور اجتماعی و یک مانور سیاسی بزرگ و زیبا رو به منصه ظهور بذاریم. اینا همش راه داره و حرکت‌ها بسیار زیبا هستند. آقای فضلی عذر میخوام، درباره درباره قدیر خم و امامت که گفتم، ما چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم. فقط میخوام عرض کنم الان هر کی میخواد بگه من روشن فکرم، تعرضی به دین میکنه. مسئله قدیر خم با 120,000 روایتی جمعیت در اونجا جمع شدن و این روایت در تمامی کتب اهل سنت صحیحه و کتب شیعه متفق، کسی در قدیر سنی و شیعه در واقعه قدیر در حجت الوداع شک نداره. 110 روایت صحیح داریم. اون چیزی که اهل سنت، برادران اهل سنت تعبیر میکنن، میگن آقا من کنت مولا فهادا علی مولا، این مولا دوستیه، پیامبر همه رو جمع کرد، این همه زحمت داد تو اون گرمای صحرای قدیر جمعشون کرد، رفت بالای جهاز شتر، علی رو برد بالا، دستش بلند کرد، گفت این علی، نه علی دیگه، این بعد از من پیشوای شماست. اینا میگن نه، گفته دوست شماست. خب اگه واقعا دوستی بود، این همه زحمت که آقا اینو دوستش داشته باشین، هر کی منو دوست داره دوست داشته باشه. ما معتقدیم که قطعا قدیر بوده است و روایات در کتب اهل سنت به وفور هستش و کافیه شما القدیر علامه امینی رو ببینید که چقدر دقیق، یا شبهای پیشاور چقدر دقیق همه ادله رو آورده جمع کرده و شکی در واقع قدیر نیست. و تعبیر دوستی هم کمی کم لطفی است برای پیامبری که اینقدر حکیمانه عمل کرده، بعد بیاد جمعیت جمع کنه بگه هر کی منو دوست داره ایشون هم دوست داشته باشه. نه خیر، بحث رهبری و امامت و خلافت بعد از پیامبر بوده و قطعی است. اما یا از همون جایی که اختلاف ایجاد شد، علی در خانه نشست 25 سال بلوا نکرد، اعتراض نکرد. مردم اگه بخوان مستقر میشه حکومت. اون بیعت، بیعت رهبری است که در محضر خداوند، خداوند خواست. مردم 120,000 نفر در قدیر بیعت کردن، بیعت شکستن. علی دنبال حکومت نیست، اگه نمیخوان میشینم تو خونه. 25 سال در خانه نشست تا وقتی که اومدن دم خونش به اصرار خواست بیاین خلافت رو بپذیر و اونجا قبول مسئولیت کرد. ائمه برای هدایت آمدند و اگر مردم بخواهند و اصرار کنند، قبول مسئولیت اداره جامعه رو خواهند کرد، به شرطی که مردم بخواهند. و کاملا اسلام دموکراتیک، کاملا تا مردم نخواهند نمی آین، حکومت نمی کنند. پیامبر 6 بار بیعت کرد در اون 10 سال حکومتش. و این که میگن کشته ها زیاد بود، کل کشته ها به تعبیر تمامی نسخ از طبری گرفته تا بقیه 2000 خورده، الان عدد حضور ذهن ندارم، چرا نگاه میکنم. اما شما نگاه کنید، در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ های صلیبی، جنگ های آمریکا، 50 میلیون، 15 میلیون، 10 میلیون، 10 میلیون، این کشتارهایی که در اروپا اتفاق افتاده. اسلام از آغاز بعثت پیامبر تا رحلت پیامبر 2000 خورده، تمام غزوات و جنگ ها رو جمع میکنیم، 2000 خورده کشته داره. چرا اینقدر اسلام رو خونبار نشون میدیم؟ اینطور نیست واقعا.
2000 خورده کل کشته های همون جنگ ها. و در واقع من فکر میکنم پیامبر تلاشش بر این بوده که با کمترین هزینه با کمترین خونریزی برسونه به اونجا. عرب جاهلیت تمام زندگیشو در جنگ میگذرون. خب. دعوای ساده ببینید. ممکن بود 4 آقای دکتر خزعلی جنگ بین فقط بود. آقای دکتر خزعلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر آقای مهندس مشیری عزیز سپاسگزارم از توضیحات شما هم. اون سیستم اسکایپی رابطه ایران با اینجا طبق معمول خرابه و مخربه و ما نتونستیم خلاصه برنامه رو اونطور که باید برگزار بکنیم به دلیل این قطع و وصل شدن ها مقدمه این شد برای هفته های آینده. اگر دلتون میخواد شما بینندگان عزیز که این بحث ادامه پیدا کنه بین آقای خزعلی و آقای مشیری درباره همین موضوع، البته موضوعات فراوانی مانده است مثل معصوم بودن 14 معصوم چرا و من یعنی چی، مثل نیت کردن اینها یعنی چی و مسائل دیگری که هست در زندگی ما در تاریخ ما و در اسلام و به طور مشخص تشیع. سپاسگزارم از آقایان محترم مشیری و خزعلی برای امشب صفحه آخر. ممنون موفق باشید. بریم پرده آخر. میگفت که رو منبر تو ماه رمضان یک اومد به من گفت که از آقا رضا ماه رمضان است و خب روز اولم که آدم تا بیاد عادت کنه که ماه رمضان است طول میکشه تا پیروز میخورده سه حالا نباید بخورد و خب ما رفتیم تو خونه و دیدیم گشتمون است و اصلا یادمون نبود که ما رمزون است و روزه ما اینا به ضعیفه گفتیم حج خانم که حج خانم یه دوتا سیب کباب درست کن و کباب رو خوردیم و بعد گفتیم خب است یه دوغ هم درست کنیم و دوغ هم خوردیم و گفتیم خب است که یه قلیون هم بکشیم و قلیون هم کشیدیم و بعد دیدیم به چه تو خونه نیستند و خلاصه تو خونه تن و یه خاک به سرمون هم کردیم و بعد هم دیدیم که بعد هوا هم که خوبه سو دیگه کاری نبوده نکنه ها یه کاری نبوده نکنه این آخریشه دیدیم که هوا خوبه سو گفتیم خوبه سو هموم نریم و همین تو حوض اصفهان خونه های قدیمی خیلی هست خوبه سو یه همین تو قصدمون رو تو حوض بکنیم پریدیم تو آب و وقتی پریدیم تو آب حتی آقا کلمون پیشونیمون خود کفی زیمیم خب بعد یه وقت بدم ما روزه بودیم سریع اومدیم بالا که روزمون خراب نشه قربونی لحجه مادریتون برم من شب و روزگار خوش